بش این همه جا کجا رد میشه تو اشتاد برام پر نکنه اندا قشن چنگونه توشه اواخر یعنی مثلا یه هفته ای که مونده بود به کنکور و روز قبل کنکور اینا برات چه گذشت؟ من اون یک ماه آخر که با آزمون های خورده یکی شد خب ما چیزمون حوزه آزمون نهاییمون بالای کو بود دیگه منظریه من اونجا صوباش با دوچرخه دوچرخه نازم میناختم پشت ماشین بابام میومدم اونجا که چی بشه که امتحان نهایی رو بدم زود پاشم بیام مدرسه بسکتبال بازی بکنم بسکتبال بازی هم مثلا ساعت 10-11 زیر ظل آفتاب خرداد بعد خب آفتاب زیاد بود سرم درد میگرفت میرفتم بالا آب لیمو عسل گلاب میزدم و آب سرد و میخوابیدم یکم سال مطالعه خنک بود میخوابیدم و یه اسپیکر هم داشتیم یه سری دوتا اسپیکر داغون داشتیم گوشیمو با ایو ایکس وصل میکردم به اونا آهنگ میذاشتم و میخوابیدم و بعد شروع میکردم درس خوندن و درس هم خیلی بازده نداشت یعنی واقعا یه ماه آخر درس خیلی واقعا خیلی زور زدم ولی بازدهش خیلی بازده بالایی نبود یه هفته آخر من خیلی هم استرس نداشتم سر خود کنکور خیلی استرس نداشتم چهارشنبه رو یادم نمیاد چیکار کردم واقعا هر چقدر که دارم فکر میکنم چهارشنبه یادم نمیاد چیکار کردم ولی سه شنبهش یادمه روز آخر مدرسه رو یادم کامل یادم یکم هم دیرتر هم من رسیدم مدرسه بعد اینجوری شدش که من و خواهرم گذاشت مدرسه و خب مفید هم ایستار جلسه هفتگی بعد ما جلسه هفتگی قبل کنکورم و همون روز سه شنبهش روز آخر خواهرم منو گذاشت من مدرسه منتظر شدش که من برم تو بسکتبالمو بیارم چون بسکتبالمشو جمع جور میکنم بعد به کامران رفته بودم گفتم یه بریم پایین آخر نشود سال کنکورم بزنیم بعد آره فیلمش هم گرفتیم آخر نشود سال کنکورم زدیم و رفتم توپ رو گذاشتم تو ماشینم بگشتیم بالا و مثلا شروع کردیم که چیز بکنیم شروع کردیم که مثلا والیبال نشسته و اونجا حرفا بازی کردیم و بعدش هم یکم بچه ها حالش تخ بود یکم خیلی مضطرب بود کشیدمش که آیا مثلا نیم ساعتی باشه حرف زدن بعدش هم دیگه جلسه هفتگی شد و این حرفا و بعد شد اون رفتیم پایین و مثلا خدافظی این حرفا بعد خب رفتن کلن سخته خیلی هم فرقی نمی کنه به چه شکلی یا به چه نوعی فرق نمی کنه مهاجرت باشه بخواد رفتن هم مدرسه باشه دبیرستان باشه ولی خب یه سری رفتن سخت‌تره آدم لنگره احساسی بیشتری می‌افته و خب واسه منم همینطوری بود منم یادتونه یا نه ولی فکر کنم یه 10 دقیقه یه رو بشم بغل نیما گریه می‌کردم آره یادم 10 دقیقه یه رو بشم بغل نیما گریه می‌کردم که دو تا بچه‌ها اومدن گفتن که آقا ما مثلا فکر نمی‌کردیم مثلا تو از این بسا می‌خوای ولی خب میگم ظاهر حفظ کردن خوبیش همیناست بقیه رو سورپرایز می‌کنی بعد آره دیگه ولی چهارشنبه شو روز قبلش واقعا یادم نمیاد نمیاد ولی انا یکم دارم بیشتر فکر کنم رفتم دوباره چیز کردم مثلا فیزیک کنکور 98 دوباره زدم فکر کنم یه همچی کاری روز قبل کنکور هم آخه فیزیکش خیلی آسون بود 98 خیلی آسون بود فقط دستگرمی طور فکر کنم رفتم فیزیکش زدم وگرنه من هیچ توصیه‌ای هم ندارم چیکار بکنید هفته آخر قبل کنکور یعنی چون من رفتم فیزیک 98 زدم دلیل نمیشه شما بگید هر کاری که خودتون فکر کنید درست بکنید هنر رو دادی تو مثلا من هنر رو دادم آره هنر چهارشنبه بود آره پس هنر رو آرسته میگم دلیل هنر دادم آره هنر رفتم دادم و آخر هنر من ادبیات کنکور هنرمو 70 زدم و آره اگر که ادبیات کنکور هنرم تو کنکور ریاضی می‌زدم اون درس اصلا رتبه فکر کنم 100 تا می‌افتاد پایین 100 تا 200 تا می‌افتاد 70 آره 69 14 جز اون معدودی که یادم میاد آره حالا همچنان اگه بحث باخت باشه من سال کنکور بزرگترین باخت رو سر رژیمم دادم و از تابستون تا عید 7 کیلو اضافه کردم از عید تا کنکور 8 کیلو یه شما
بازه 9 ماهه 7 کیلو، بازه 3 ماهه 8 کیلو. من مثلا تمام 5 تا 6 تا وعده مثلا میخوردم تو مدرسه، یادتون 5 6 تا وعده میخوردم تو مدرسه. و خب این بزرگترین باختی بودش که دادم، بزرگترین باختی بودش که دادم سال کنکور، بس رژیمم بود. یه نکته‌ای هم هست حالا کلا راجع به تغذیه، بچه‌هایی که احیانا حالا فکر میکنن یا واقعا احتیاج دارن به کافئین، حواسشون رو جمع بکنن. من خودم تقریبا فکر کنم آره دیگه، من مثلا یه مدتی بود یه دونه اسپرسو کافئین دار شده میخوردم، یعنی یه سری پودرهای اسپرسو هستن حالا کافئین اضافه دارن، صبح تقریبا یه دونه تقریبا دو شات اسپرسو کافئین دار شده میخوردم، ظهرش هم قهوه ترک. بعد خب شروع کردم کمش کنم، چرا؟ تا سر جلسه کنکور کافئین رو اثر بذاره. و کافئین نکته ای که داره، شما وقتی زیاد میخوری، یکی که اثرش کمتر میشه، دو بعد از اینکه حالا نیمه عمرش تقریبا شروع میکنه، میرسه به نیمه عمرش، باعث میشه خسته تر بشی. حالا مکانیزم کافئین الان واقعا از حوصله یه جمع خارجی بخوام ولی اینجوری که بعدش خسته تر میشی. سر همینم من چیز کردم، من کافئین رو کم کردم تقریبا دیگه تا 8 قطعش کردم. بعد حدود یک ماه قبل کنکور شروع کردم یه ذره مثلا دوباره مصرف کافئین رو ببرم بالاتر که سر جلسه رو سنکوب نکنم مثلا دوباره، مثلا تپش قبل من گیرم اونجور حرفه. و خب همینم شد دیگه، و مصرف کافئین کمکم کرد، من سر جلسه کنکورم خسته نبودم، سر جلسه کنکورم خسته نبودم و یکی از دلایلش کافئین. در مورد خود روز کنکور حرفی داری؟ تجربه که داشتی؟ خود الان دوباره یادم افتاد، چهارشنبه قبل کنکور شبش من خب چیزه، شبش اینجوری شدش که یکی از همسایه‌مون که تولد گرفته بودن، یکی مثلا یه اسلایس بزرگی از کیک تولدشون دادن بالا، دادن به ما. و این کیک تولده واقعا یکی از خوشمزه ترین کیک های بودش که من تا الان خوردم، اصلا واقعا رو دستش نبود، از این کیک های دست سازه بود. و این خیلی چسبید شب، یادم با مامانم نشستیم بالا سر این کیکه و و این خیلی چسبید کیکه. بعد فکر کنم شامم فیله خوردم، چون من کلا فیله مرغ خیلی دوست دارم، فیله مرغ آب پز، شامم احتمالا فیله خوردم حالا یا با برنج یا با نون پروتئین. و این کیک خیلی به من حال داد، خیلی حال داد. این که شب قبل کنکور خوب خوابیدم یا نه رو واقعا خیلی یادم نمیاد، ولی فکر نمی کنم بد خوابیده باشم. صبحشم تو ماشین، صبحشم صبحونه یکم دوباره از همون کیک گذاشتیم بمونه، دوباره از همون کیک خوردم. بعد با حالا صبحونه هایی که همیشه میخوردم، یادم نمیاد صبحونه چی خوردم، ولی خیلی صبحونه سنگین نخوردم. الان بخوام توصیه بکنم بهتون میگم اوتمیل بخورید اگه که دوست دارید، واقعا اوتمیل جوابه. آره من تازه فهمیدم، من بعد از کنکور فهمیدم جواب اوتمیل واقعا صبونه سیر کننده ایه. بعد دیگه تو ماشین مامان هم من رسوند و بعدش هم دیگه جلسه کنکور شد. و قبل جلسه کنکور من با یکی از بچه خودمون، اون جلوی من میشست اگر که اشاره کنم، توی کلاس بودیم، جامونم خیلی مناسب نبود، جامون خیلی مناسب نبود، مثلا از این میزای اینجوریا بود اسمش نمیشه، از اینا بود که خیلی کوچیک بود میزه. بعد من دیدم پشت سر این بنده خدا خیلی استرس داشت، گفتم که بذار مثلا یکم باش میگم گرم بگیریم، مثلا چه استرس بخوابه، استرسش بدتر شد. استرسش بدتر شد، ولی دیگه دیدم داره بدتر میشه استرسش، توی بلش کردم گفتم بنده خدا نمیخواد بخواد. بعد کلاسی که ما بودیم مثلا یه 7-8 نفر بودن از یه مدرسه، 8 نفر بودن از یه مدرسه. و خب ما دفترچمون یه دفترچه عمومی بود، یه ریاضی بود، یه فیزیک شیمی بود. صفحه اول عربی بودم، مثلا 3-4 تست چیزام مونده بود، تست ترجمه مونده بود. یه دونه از این بچه هایی که از یه مدرسه بودن که خیلی هم سر صدا میکردن سر جلسه، چون کرده بود با این مراقبه گن گرفتن،
منم نگذاشتم. ما هر دفعه با هر کی مسابقه کردیم و در مورد روز کنکورش گفتن همه با مراقب داستان داشتن، هر کی یه حالت این شروع کرده با مراقبه گم گرفتم، منم نگذاشتم نه برداشتم، فلان بردم بالا به مراقبه بگشتم گفتم اینجا بقیه دارن کنکور میدن حداقل باش در گوشی حرف بزن. بعد یکی از اون بچه‌هاشون از اون تا گفت خب حالا مثلا فلان مثلا از این حرفا، و من خب فکر کنم مثلا آدمی که استرس داره اینجوری حرفا، فقط سرمو برگردوندم یه نگاه بهش انداختم و واقعا نمیدونم من خیلی مثلا آدمی نیستم بتونم بد نگاه بکنم مثلا، و یادم میاد چشوشش که باشنم سرش انداخت پایین، یعنی واقعا نه اون موقع دقیقاً یادم چطوری واقعا هیچ نظری ندارم چون بخوامم نمیتونم بد نگاه بکنم خیلی، ولی خب آورد دیگه یه نگاه بهش انداختم و سر انداخت پایین، و ولی خب بعدش دیگه ضربان قلبه شروع کرد بره بالا، یعنی قشنگ یادمه مثلا حسش رو یادمه، ضربان قلبه شروع کرد بره بالا وقتی که با این مراقبه اینطوری حرف زدم و اینجور حرف ها، و مثلا یه 5 دقیقه از عربیم رفت و تمرکز صفر، تمرکز صفر، ولی خب بعدش دوباره حالا تونستم برگردم. عربی من فکر کنم بدک نزدم، نمیدونم چند بود واقعا درصد عربیم، یا 60 بود یا 70، ولی خب عربی مو می‌خواستم بالا 80 بزنم، در نتیجه در هر صورت چیزی نمی‌خواستم نشد. فکر کنم 70 بود، 60 نبود 70. بعد اون دیگه و یعنی خود جلسه کنکورم یه خیلی نکته خاص دیگه ای نداشت واقعا. آها او چرا چرا سر اختصاصی سر ریاضی که گفتم همون اولش گفتم یه 10 دقیقه اضافه آوردم و برگشتم و یه 3 4 تا تست حسابانم زدم، چون حسابان ما سخت بود. 3 4 تا تست حسابان زدم و خب رتبه‌مو خیلی آورد پایین. من 45 دقیقه آخر کنکور یکی از بدترین سردردهایی که تا حالا تجربه کرده بودم رو تجربه کردم، و 45 دقیقه آخر کنکور هم یعنی میشه نیم ساعت شیمی و یه رو به فیزیک. من فیزیکو که دیدم خب خیلی آسونه و منم سرم در گرفته بود به آخر، و اینم که خب من فیزیک رو پایین بزنم ترازو میکشونه پایین، خیلی متوسط هم بزنی حتی آره دیگه، نه پایین نسبی دارم منظورم، نسبی دارم نه مطلق از 100 در نظر نمیگیرم مثلا بقیه. بعد خب سر همین من همیشه 5 دقیقه از شیمیمو میدادم میرفتم بیرون یه تاب میخوردم برمیگشتم یه سرویس بهداشتی میرفتم یا به سر صدا میزدم این حرفا. سر همین 5 دقیقه شیمی رو دادم به فیزیک، دادم به فیزیک، دیدم که نمیارزه واقعا که من فیزیک رو بخوام پایین بزنم، چون مثلا بد رو برای خراب بکنم یه فیزیک رو مثلا پایین 60 70 بخوای بزنی. 5 دقیقه آخر شیمی دادم به فیزیکو و خب شیمیمو گند زدم، شیمیمو 20-25 زدم، اصلا که شیمی سختی بود آره، ولی خب من شیمیمو خیلی پایین دادم، شیمیمو خیلی پایین دادم. دقیقاً ببین یه نکته ای هست، ما همون روز کنکور بود یا فرداش بود رفتیم فوتبال، همون روز کنکور همون روز بود، من خیلی نگران بودم چون من همیشه شیمیمو گند می‌زدم، نباید نگران بودم چون مثلا همیشه گند زدم. بعد تو گفتی که اونجا بعد کنکور بود دیگه، گفتی که شیمی چیز بودش سخت بود، گفتم آخش برای همه سخت بود البته گفتی فکر نکن بهش نه آره کارش نمیتونستی بکنی آره دیگه آره شیمیش خیلی واقعا شیمی سختی بود برای من، هر چند که ما مثلا رتبه پایینمون شیمی ها رو همه مثلا 40 50 60 نزدم، ولی خب شیمیش برای من شیمی سختی بود و واقعا با نیم مثلا 25 دقیقه روی شیمی گذاشتم با سردرد، خب اینطوری بخواد نگاه بکنی بدک نزدم روی اون شیمی، ولی به طور کل پایین شد شیمیه و من مثلا سردادم هم تا یه 2-3 ساعت بعد از کنکورم ادامه داشت، یعنی 2-3 ساعت شدید ادامه داشت تا شبش بود، فوتبالم رفتیم من سرم درد کرد تا شبش بود سردرده، ولی پیکش همون یه پیک 3 ساعته بود. و کنکور رو دادی بعدش تا اعلام نتایج اوکی بودی؟ بعد که نتایج اومد نتایج که اومد من جز فکر کنم از بین بچه هم مدرسه من جز اول نفره بودم که نتایج دیدم، و دوستان فرمولش هم اینه با کروم یا فایرفاکس نرید اگه میخواین نتایجتون همون موقع ببینید با کروم یا فایرفاکس نرید، خیلی راحت و ایزی با مایکروسافت ایج میرید سریع لاگین میکنید، فقط یکم اون چیزه رو چی بود کد امنیتی که اکثر یکم سخت لود میکنه که اونم بازم یه قلق داره، برین همون اون جایی که کد امنیتی ها میخواد براتون آپلود بکنه کلیک راست روش بکنید اوپن ایمیج نیو تب بزنید، بعد توی تب جدید احتمالاً که باز بشه زودتره، بعد کد امنیتی هم میزنید و بعد میرین تو رو پاتون میگیرید.
وقتی میبینی بچه ها بیان تجربه سال کنکورشون رو بگن یه سری چیزا گفته نمیشه، خیلی جاها همینه اینو هیچ جا نمیگن. آخه کمتر کسی هم میدونه. آره اینو کمتر کسی نمیدونه واقعا ربطش چیه، چون به هر حال دیتابیس یه دیتابیسه و یوزرها هم همشون دارن سر یه دیتابیس میرن. ولی واقعا اینکه ربط تکنیکالیش چیه که با یه مرورگر دیگه به راحت باز میشه نمیدونم واقعا. و نرشم هم که اومد من اول از همه رتبه نهایی در سهمیه رو دیدم، نه رتبه در منطقه. آه. که فکرم 1001-1011 یه همچین چیزی بود. بعد خب من میدونستم رتبه همین حدود میشه، ولی واقعا اینجا که معجزه بشه مثلا 600-700 و خب خورده بود تو ذوقم، خورده بود تو ذوقم. بعد اول از همه چیز بود، اول از همه مامانم بیدار شد فهمید، چون تقریبا 1:30 بود. آره. آره. بعدش خواهرم بعدش بابا ترتیبش اینجوری بود، ولی مامان و خواهرم با هم دیدیم. ولی خب بابام خواب بود گفت از روتا ببینید بعد. ولی خب آره بعدش یکم تو دفترچه گشتم دیدم که نه مثلا رتبه چیز رتبه در منطقه یکم، چون به هر حال رتبه در منطقه تاش ما باش کار می‌کردیم مثلا زیر 1000 بود. باز خب یکم دلگرمی بهتری بود، ولی خب زیر 700-600 نبود. ولی آره ما راستش بیشتر توقع داشتیم از من، یعنی فکر می‌کردیم تو مثلا 500-600 میشی. نه من خودم میدونستم 500-600 نمیشه. از کی میدونستی؟ یعنی تو سال کنکور عید میدونستی 500-600؟ از عید میدونستم 500-600 نمیشه. آره من اصلا قلمچی ها و اینا هم همه همین حدود بود. میام قلمچی ببخشید سنجش ها من فقط کنکور 98 رو خیلی خوب دادم خارجشو، که اون مثلا تخمین رتبه فکر کنم 300 اینا بود. اون همه چیزو بالا 70-80 زده بودم دیگه. آسونم بود کنکوره، اصلا فکر نکنید خیلی کار شاقی کردم. فکر کنم ادبیاتش 89 زدم مثلا، ادبیات کنکور 98 خارج و فکر کنم 89 زدم شیمیش 80 اینا. آره که اونو یادمه سر شیمیش همون رتبه همون صدرا اما اومد پرسید تا شیمی رو چجوری اینقدر بالا زدی دادش کوتاه بیا. ولی آقا دیگه حالا ما این سوال اکثرا میپرسیم که اگه برمیگشتی به عقب کاری بود که عوضش میکردی یه کار دیگه میکردی؟ پرس کنم یه فرصت داری که برگردی عقب؟ به طور کل نه. من نکته که گفتم شاید بیشتر بین شریف و تهران دارم فکر میکردم، که هرچند خیلی هم فکر کردم، یعنی دیگه جا واسه بیشتر فکر کردم نداشت بابا. خیلی فکر کردم، ولی خب با توجه به راهنمایی هایی که حالا درست و غلطش الان واقعا مشخص نمیشه به نظر خودم، بعد بذارم درس بریم درس های دانشگاه خودمون شروع کنیم به خوندن، اون موقع شاید درست و غلطش بیشتر مشخص بشه. ولی نه همین کاری که کردم. در کل هم راضی الان از جایی که هست؟ در کل که ببین آدمی هیچ وقت راضی نمیشه و همواره میل به غر زدن و چی میگن بهش انقلت اومدن هست. خب ولی به طور کل بله بله. ولی خب میگم واقعا دانشگاه تهران هیچی نداره، نه یه گروکوه درست حسابیت دانشگاه نه یه باشگاه داره، واقعا از این لحاظ بده راستش رو بخواین. بالاخص که مثلا حالا حداقل راجع به شریف اینو میدونم، شریف فکرم متمرکز تر اتفاقا که توش میفته. ولی دانشگاه تهران مثلا دارم میگم و نمیدونم همچین اتفاقی هست یا نه، مثلا یه گروکو داره تو دانشگاه ادبیات که فقط بچه دانشگاه ادبیات مثلا میتونم برم و یه جا دیگه گروکو نیست مثلا. و خب منم به عنوان تازه وارد شب مثلا گروکو فنی اینا رو هنوز پیدا نکردم، اینم در نظر بگیرید. ولی گروکو شریف رو خیلی راحت پیدا کردم واقعا. تو تلگرام سرچ میزنی گروکو دانشگاه شریف بعدم میاره. آره و همین دیگه. خب اوکی ما فقط ازت یه حرف آخر میخوام، یعنی ببینیم که آره چیزی ببین، یکی اینکه واقعا ویدیو انگیزشی نبینید راستش بخواهیم، ویدیوی انگیزشی نبینید چون به نظر آدم بیشتر بیانگیزه میکنه. دو اینکه این حرف آخرها از اون حرف آخرها که شد همه بزنه، با خوابتون واقعا ور نرید، یعنی خوابه رو سعی کنید داشته باشید. اگر که مدرسه نمیرید پانسیون یا درس میخونید دست خودتونه، اشکال نداره ساعت 2 بخوابید، ولی هر شب 2 بخوابید و هر روز هم 10 پاشید. ولی اگه مثلا مدرسه میرید سعی کنید همون دیگه 11 این طورا بخوابید و 6 این 7 هم پاشید. حالا درسته نمیشه واقعا همه رو 8 ساعت خوابید، من خودم همه رو 8 ساعت نخوابیدم، مثلا 7 تا 9 ساعت، ولی خب عدد مناسبیه. با خوابتون واقعا ور نرید،
دو اینکه سعی کنید مثل من سر رژیمتون باخنید، و سه اینکه این واقعا شخص به شخص فرق میکنه، ولی سوشال مدیا رو بهتره که کمترش کنید یا حذفش بکنید. چون من خودم واقعا اینستاگرامم دیاکتیو کردم، توی بقیه فضاهای مجازی اینطوری هم فعالیت نداشتم، نه توییتر داشتم نه تیک تاک داشتم، هنوزم ندارم و خوشم هم نمیاد، ولی سوشال مدیا رو بهتره که کمتر توش فعالیت بکنید. و یه نکته ای هست، اونم اینه که خب آدم شب که میخواد بخوابه خسته است، یه کاری بکنید که از لحاظ ذهنی خسته به خواب نرید. این دست خودتونه که چیکار بکنید. واقعا مثلا من یه مدت رفتم قبل خواب تناب می‌زدم، 20 دقیقه نیم ساعت تناب می‌زدم، یه مدت طولانی خسته به خواب می‌رفتم، یه مدت طولانی تری مثلا سریال می‌دیدم، یه مدت دیگه مثلا می‌رفتم با مامانم حرف می‌زدم، و توی تب موازات اینا شامم زیاد می‌خوردم و واقعا من حال می‌داد. واقعا بهم حال می‌داد. بعد یه نکته هم که هست، ببینید مثلا من سال کنکور مثلا من سال کنکور سریال فرندز رو واسه بار سوم تموم کردم و بیگ بنگ تئوری هم تموم کردم، یعنی دو تا سیتکام یک عالم فرندز 269 قسمت، بیگ بنگ هم 12 تا 24 تا است که میشه 288 تا، مثلا 269 تا این و 288 تا این، و مثلا یه حدود مثلا 500 و چقدر میشه دقیقش رو خلاصه کنید 557 تا اگه اشتباه سنم کرده باشم، 557 تا مثلا اپیزود 22 تا مثلا 23 4 دقیقه ای رو خسار کنکور دیدم. یعنی فکر نکنید که حالا مثلا چه میدونم، حالا من که نه، اونایی که رتبهشون پایین تره همش داشتن درس میخوندن فلان بیسا بزن تو سر شب قبل خواب 10 تا تست شیمی بزن استوکیومتری به نظرم اینطوری نبوده. بچه های خودمونم که دارم میبینم، چیزی که من دیدم ظاهری خیلی اینطوری نبوده. به خودتون تش باید برسید که بدنه و ذهنه بتونه بهتون برسه سر کنکورتون. آره، به خودتون برسید حتی الامکان و خوب بخوابید، سعی کنید خسته به خواب نرید. آره. و من مثلا یه نکته که داشت، فکر کنم یه ماه آخر تقریبا هر روز صبح قبل اینکه از خواب پاشم داشتم یه کنکور میزدم. بلاخص روزایی که کنکور آزمایشی داشتیم، کنکور آزمایشی از این کنکور آزمایشی که جامعه بود و تو اون سایت تیک خام بود اگه شما داشتیم، من هر روز صبح که داشتم پا می شدم اون بازه خواب و بیداریه تو خواب داشتم کنکور آزمایشی می زدم و واقعا خسته خواب پا می شدم، واقعا خسته خواب پا می شدم. و اگه مثلا می شد یه کاری کرد که حالا آدم این اتفاق برش نگفت خوب بهتر می دید، ولی خب یه همه چیم دست خودتون نیست، قرارم نیستش که همه چیم خیلی خوب و عالی جلو بره. به هر حال جنس زندگی همین ایمپرفکت بودن است. خلاصه سال تخیه. سال تخیه و اذیته. ولی خب اذیت بودن به معنی بی خود بودن الزاما میتونه نباشه. ما از اپیزود اول من و علیسینا همون اول گزینه پنج تو ذهنمون تو رو دعوت کنیم و خیلی راضیم. من خیلی حال کردم با این قسمت، با این اپیزود واقعا حال کردم. دارم استرس باتری رو میکشم دیگه. آره استرس هوشنگ رو نمیکشم. نه هوشنگ رو منو منو دارم. من خیلی خوش گذشت. من خیلی خوش، خیلی حال. لوکیشن هم باحال. آره لوکیشن هم باحال و کلا خیلی حال. یک کلا با من میای بیرون همین میشه. دمت گرم. لوکیشن ها خوبه، من خوش میذارم. دمت گرم. قربونت. خواهش میکنم. خدافظی. بعد یه نکته دیگه هم هست ببخشید. خب مثلا یه سری چیزا هست آدم باش حال میکنه. مثلا چه میدونم برای من رنگ نارنجی، جیکوت، سیب، فلافل. اینا رو سال کنکور سعی کنه یکم بیشتر بهش پروبال بدید. این چیزای کوچیک کوچیکی باش حال میکنید. سال کنکور بیشتر بهش پروبال بدید. بچه بسا تو زندگیتون. من الان واقعا انقدر اغراق کردم سر نارنجی، مثلا اولین چیزی که چشم منو گرفته اونجا اون السی واکی که وسط یه نارنجی و واقعا ذوق میکنم. و مثلا در حدی که مثلا حالا رفیقام واقعا یه نفر یه سه نارنجی مثلا پوشیده یا یه سه نارنجی میبینم میذارم منم میگم اسم نارنجی و واقعا میبینم حال میکنم. خب یا مثلا سلفمو بعضی وقتا سیب میداد، من مثلا نمیرفتم سلف واسه هم یه سیب اضافه تن میگرفتم. خب اینجور چیزها رو بهش پروبال بدید سال کنکور، میتونه بعضی وقتا راه فرار خوبی باشه از خستگی.
و لطفا لطفا هم حواستون به راه فرارتون باشه. سال کنکور خیلی سمت چیزایی که آدم خودش میدونه بده ولی جواب نرید بهتره دیگه. بله دیگه ببندیم برسی کنم خواهش میکنم فقط پانش پانش حتما هوشنگ از فیلم بذاریم. آره هوشنگ 3 ساعت زیر دست من بود دیدم. آره زیر دست من وظیفه این بود که هوشنگ رو بگیرم. آقا ساعت 3